اومدم یه جای خیلی هیجان انگیز که تا حالا خودم تجربهشو نداشتم. وایلد لایف سفاری. تابلوهای جالبی که تو ورودیش بود: They are watching you, you are captive, they roam free and want to see them closer, any closer you would be lunch. خب ورودم هم با دیدن این آقای شیر شروع شد و بعد هم این زرافه که همینجوری برای خودش آزادانه میرفت، بوز کوهی یا هر چیز دیگه نمیدونم دقیقا، اینا هم که زبرا هستن، همون گورخر خودمون، اینا هم یه جور گاو آمریکایی هستن که ماشاءالله شاخهاشون رو ببین چه ابهتی. به اینا هم میگن بایسن یا همون فکر کنم بوفالو بشه. هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر نزدیک از کنار این حیوانای وحشی رد بشم و اونا هم هیچ کاری نداشته باشن با هم. از این نزدیکتر میخوایم دیگه کاملا کنار ماشینمه. ایشونم نمیدونم دقیقا چی بودن چون خواب بودن و مزاحمشون نشدیم. جناب فیل که یه سری نشستن و غذا خوردنشون نگاه میکنن. از اینجا به بعد میتونستید غذا بخرین، غذای مخصوص، و به این حیوانا که فکر کنم آهو باشن غذا بدین. میان کنار ماشین رو وامیستن تا بهشون غذا بدن. فقط قیافه این یکی رو. اینا هم که مثل گشت بازرسی خودمون قدم میزدن، ماشین رو چک میکردن دونه دونه ببینن چی براشون غذا آوردیم و رشوه هامونو بدیم که بتونیم رد شیم. اینا رو که دیدم یه آن احساس کردم اگه بهشون غذا ندم با شاخشون شیشه رو میشکنم. از قوانین رانندگی توی این پارک این بود که باید آهسته رانندگی کنیم، یعنی زیر 20 مایل در ساعت و نباید با سرعت رد شد از کنار این حیوان. در واقع اینجا خونه اوناست و ما داریم از توش رد میشیم، پس نباید براشون مزاحمت ایجاد کنیم. ایشون هم ببر سوماترا هستن و یه سری فلامینگو که اینجا در واقع وارد قسمت بدون ماشین شدم که میتونستم خودم پیاده قدم بزنم و این حیوانه کوچکتر رو ببینم. این رد پاندا هست، یعنی پاندای قرمز، و این یکی هم الیگیتر یا همون تمساح خودمونه. فکر کنم داره توی اون خونکی آب زیر آفتاب استراحت میکنه. اینجا هم اگر دوست داشتید میتونستید شتر سواری بکنی. اینا هم فکر کنم یه جور میمون بودن، دقیقا نمیدونم اسمشونو. اینجا هم اسبای کوچولو یا همون کره اسب و یه چند تا هم گوسفند وجود داشت. و البته اینجا هم میتونستیم براشون غذا بخریم و براشون غذا بدیم. اینم از تجربه امروز. خیلی ممنونم که با من همراه بودین. خوشحالم که تونستم این تجربه رو با شما هم به اشتراک بذارم. تا تجربه های بعدی خداحافظ.